پارسی یا فارسی؟ در برنامه امروز میخواهم بگویم که کدام درست‌تر است. در سده‌های گذشته واژه فارسی کاربرد گسترده‌تری داشته. در دوران پهلوی در مدرک‌های رسمی یا دولتی فارسی به کار می‌رفت. زنده یاد استاد پرویز ناطق خانلری کتاب بسیار ارزشمندی نوشت در سه جلد با عنوان تاریخ زبان فارسی. البته واژه پارسی هم به کار می‌رفته، به ویژه در متن‌هایی که می‌خواستند نثر ادبی و زیباتری داشته باشد. می‌دانیم که اصل این واژه پارسی است، از پارس در پارسی میانه، از پارسا در پارسی باستان. در زبان‌های بیگانه هم از باستان زمان پیان به روشنی دیده می شود. در یونانی پرسس، پرسیا، در اکدی پرسون، در ایلامی پرشیپ، در عبری کتاب مقدس پرس. پس از حمله عرب هم نویسندگان و شاعران سده ها واژه پارس را و پارسی را به کار می بردن. نمونه هایی خواهم آورد. به هر حال پرسش پارسی یا فارسی از سالهای گذشته موضوع برخورد و تنش میان پارسی دوستان و فارسی دوستان شده. حالانکه 50 سال پیش ایرانیان نسبت به این موضوع حساسیت کمتری نشان میدادند. به گمان من یکی از علتهای این برانگیخته شدن حساسیت ایرانیان اسلام زدگی و عربی گرایی مهار گسیخته رژیم اسلامی و بی‌حرمتی به تاریخ ایران و لگدمال کردن ارزش‌های فرهنگی این سرزمین است. بسیاری از کسانی که واژه پارسی را به فارسی ترجیح می‌دهند می‌گویند که عوض شدن فونم یا واج یا صدای پ با ف زایده تاثیر زبان عربی بر پارسی بوده است. باید دید که این سخن به راستی به چه معناست. مسئله این است که برخی از این پارسی دوستان همچنین معتقدند که صداهای غین و قاف عربی هستند و آنها را هم عربی بر پارسی تحمیل کرده. در گذشته گفتاری را به این موضوع اختصاص دادم و به گستردگی در باره ایرانی بودن غین و قاف سخن گفتم. می توانید به ویدئوی آن بازگردید. واژه های زیر همگی ایرانی و پارسی هستند و ربطی به عربی ندارند. باغ، غریو، راغ، قریدن، چراغ، غربال و صدها واژه دیگر. پیش از اینکه ادامه دهم، وقتی میگوییم ایرانی مقصود ایران جغرافیایی کنونی نیست. مقصود ایران بزرگ است که ایران کنونی و کشورهای امروزین افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، بخشهایی از قرقیزستان، همچنین بخشهایی از ترکیه، عراق و قفقاز را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر زبانهای ایرانی یکی از خانواده‌های زبانهای هند اروپایی هستند. این نامگذاری بر پایه داده‌های زبانشناختی استوار است، همچنان که خانواده های دیگر نامگذاری شدند: جرمنی، اسلاوی، آلبانیایی، سلتی، رومی، سامی و دیگرها. همچنین باید دانست که پارسی یا پارسی دری زبانی است که به پارس تعلق ندارد. این زبان اصلا از خراسان بزرگ تاریخی در خاور ایران کنونی برخاسته. در گذشته درباره تاریخ آن سخن گفتم و اینکه چرا آن را پارسی نامیدم. به موضوع اصلی برگردیم. عربی چه و ژه هم ندارد. چرا نتوانسته چه و ژه پارسی را به جه تبدیل کند؟ در پهلوی واژه ژرف ژه نداشته، ز تلفظ می‌شده، زفر، ولی زه پهلوی در پارسی به ژه ترادیسیده. جوج پارسی به معنای خارپشت در پهلوی زوز بوده. ژنده در ژنده پیل
زند بوده. عربی هرگز نمیتوانسته آواییک یا فونتیک زبان پارسی را تغییر دهد، زیرا نمیتوانسته کالبد شناسی گلوی ایرانیان، تارهای صدایی آنان را دگرگون کند. به همین دلیل ایرانیان واژه‌های عربی را هم نمانند عرب‌ها بلکه با آواییک ایرانی تلفظ کردند و می‌کنند. ایرانیان عین و همزه عربی را تلفظ نمی‌کنند، همچنان که ف، سه نقطه، ساد، زاد، تن و زین را. ساد در اصفهان را مانند سین تلفظ می‌کنند. به این واژه باز خواهم گشت. درباره فارسی شدن پارسی سخنهای سبک و بی‌ارزش کم یافته نمی‌شوند. یکی از دانشگاه‌های آمریکایی در سال 2011 کتابی منتشر کرده به انگلیسی با عنوان ایران. مؤلف ایرانی آن سخنان ناپخته و بی‌مایه‌ای درباره فارسی و پارسی زده. می‌گوید در سده 7 میلادی با فرمانروایی عرب‌ها نام زبان ایرانیان از پارسی به فارسی تغییر یافت. از آنجا که عرب‌ها نمی‌توانستند حرف پ را که در الفبای عربی وجود ندارد تلفظ کنند، همه صداهای پ واژه‌های پارسی به ف تبدیل شدند که عرب‌ها می‌توانستند تلفظ کنند. پایان. مؤلف نمی‌دانسته که زبان رسمی ایران پیش از حمله عرب اصلاً پارسی نبود. پهلوی بود که عرب‌ها برای نابودی آن هر چی می‌توانستند کردند. چنانکه گفتم زبان پارسی به پارس یا فارس تعلق ندارد. زبان مردم خراسان بزرگ بوده. پهلوی به کنار رفت ولی عرب‌ها نتوانستند عربی را زبان ایرانیان کنند. کاری که در دیگر کشورها به ویژه مصر ما آن تمدن باشکوهش کردند. ایرانیان زبان ایرانی دیگری را که پارسی خراسانی یا پارسی دری باشد جایگزین پهلوی کردند. صدای پ به ف تبدیل نشد، زیرا صدها واژه زبان پارسی دارای پ اند. پدر، پسر، پوشیدن، پریروز، پر، پاره، پرواز، پا، پرستار، سپاه، پنبه و دیگرها و دیگرها. پ در دو گونه واژه ظاهراً به صورت ف در آمد. یکی واژه‌هایی که عرب‌ها از زبان‌های ایرانی یا پارسی گرفته بودند، مانند پیل به فیل، پردیس یا پالیز به فردوس. فردوس صورت پردیس ایرانی است که از سریانی به عربی رفته است. اسپنخ به اسفناج، پلپل به فلفل. دوم برخی نام‌های خاص ایرانی مانند پارس، فارس، سپاهان، اصفهان، پیروز، فیروز. علت این بود که کاتبان شکل‌های عربی این واژه‌ها را به کار می‌بردند. اینکه پرویز به فرویز یا برویز تبدیل نشد نشان دهنده بی‌قاعدگی آواییک است، چون این تغییرها زاییده هوا و هوس کاتبان بوده. کاتبان در چند مورد در شعر مولوی پسته را به صورت عربیان فستق نوشتند ولی رایج نشده. عربی شدن این گونه واژه‌ها در پارسی آن فراروندی نبود که به طور زاستاری طبیعی با گذشت زمان در زبان روی می‌دهد و نمونه‌های آن را در زبان‌های ایرانی داریم. اینکه بزرگمهر به بوزرجمهر تبدیل شد یا اینکه ایرانیان مانند عرب‌ها نام پزشک یونانی گلینوس را جالینوس نوشتند دلیل این نیست که صدای گ در پارسی به ج ترادیسیده، همچنان که نوشتن تهران با تین تحمیل عربی بوده است. در واقع این تبدیل پ به ف عمدی و زاییده تعصب عربی گرایی و خار شماردن زبان پارسی بوده. کاتبان و دیوانیانی که به عربیدانی افتخار می‌کردند یا سرسپرده ایدئولوژی عرب بودند، نه تنها می‌کوشیدند واژه‌های عربی را رواج دهند، بلکه واژه‌های پارسی را به صورت عربی در می‌آوردند. مثلا سپید را سفید می‌نوشتند، گوسپند را گوسفند، اسپند را اسفند،
پولاد را فولاد. ممکن است در مورد شمار کمی از واژه‌ها لهجه محلی کاتبان بی تأثیر نبوده باشد، ولی این نکته است فرعی و عربیدن واژه‌های پارسی بنابر نقشه و هدف خاصی انجام می شده که به زبان شناسی مربوط نیست. زنده یاد استاد جلال همایی که پس از سالها کوشش کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی را ویراست و برای نخستین بار به چاپ رساند، و شاید اگر او این کار را نمی کرد کس دیگری توانایی آن را نداشت، این دستکاری ها و عربی سازی های کاتبان را در التفهیم به خوبی نشان داده. این کتاب در سده 4 هجری 10 میلادی نوشته شده و درباره اخترشناسی است. میگوید نگارنده پس از دقت و وارسی بسیار که در کتب خطی کرده به این نکته برخورد کرده است که بعض کاتبان قدیم در استنساخ کتاب به ویژه در کتب فارسی گویی حق تصرف به خود میداده و اصل معنا را گرفته آن را به هر عبارت که میخواستند مینوشتند. پیشگامان تا میتوانستند کلمات و ترکیبات فارسی میآوردند، اما متأخران خاصه آنها که عاشق کلمات و ترکیبات عربی بودند در عبارت قدما تصرف کرده عربی به جای فارسی میگذاشتند و این خود یکی از علل خراب شدن نثر فارسی در اثر نفوذ لغات عربی است. پایان. چند نمونه که استاد همایی میآورد نوشتن واژه سرخ است با ساد، حالان که صدای ساد در پارسی وجود ندارد. نوشتن واژه های تلخ و ستبر است با تین. به این بسنده نکردند، واژه های پارسی را برداشتند و عربی جای آنها گذاشتند. برای نمونه به جای ستارگان کواکب، به جای گوسپند کشتن قصابی، به جای گور پاشیدن نباشی، به جای نامدار میان مردمان مشهور و معروف. جمع های پارسی را به جمع عربی تبدیل کردند. حالها احوال، لحنها الهان. نمونه ها بسیارند، نمیتوان همه را آورد. ابوریحان در این کتاب واژه های پارس و پارسی را به کار میبرد. نمونه: و آنجا دو خلیج بزرگ بیرون آید، یکی آن است که به قلزم معروف است و او بر زمین عرب بگردد تا چون جزیره ها باشد میان او و خلیج پارس. استرلاب چیست؟ و حمزه اصفهانی نام او را از پارسی بیرون آورد که نامش ستاریاب است. میبینید که میگوید اصفهان و نه اصفهان. در آمیختگی زبان پارسی با عربی خود به خود یا زاستاری نبوده، بلکه با دستکاری پیوسته دبیران و دیوانیان انجام گرفته که کاربرد واژه‌های عربی را نشانه دانش و هنر خود میپنداشتند یا سرسپرده عربی بودند. هیچ مرزی برای این کار نمیشناختند و تیشه به ریشه پارسی میزدند. دفتری که از ابوالفضل بیهقی، نویسنده تاریخ بیهقی سده 5 هجری سده 11 میلادی بازمانده، کهن‌ترین مدرکی است که آشکارا از این کوشش عربیدن واژه‌های پارسی سخن میگوید. توصیه به دبیران است که چگونه واژه‌های پارسی را بردارند و جایشان عربی بگذارند. در بردارنده 373 توصیه است. چند تا از آنها را نمونه میآورم. بدان که به جای ترسانیدن تهدید نویسند و به جای شوریدگی استراب و به جای یاری دادن اعانت، به جای یاری خواستن استعانت، به جای رستگاری خلاص، به جای چاکران و خادمان اتباع و اعوان، به جای این جهان معاش، به جای آن جهان معاد، به جای اندیشه تأمل، به جای آهستگی تعنی، به جای نیک شدن صلاح، به جای فریاد خواستن استقاست، به جای شتاب کردن تعجیل، به جای دانسته معلوم، به جای آسان سهل، به جای آزمایش تجربه، و همینطور ادامه میدم.
بنابراین در آمیختگی زبان پارسی با عربی و تغییر به ظاهر آبایی که برخی واژه‌های پارسی تحول زاستاری زبان نیست به زبانشناسی مربوط نمی شود. مسئله است سیاسی که باید به آن پاسخ سیاسی فرهنگی داد. بدسگالی یا توطئه‌ای بوده که به ویرانی تدریجی زبان پارسی می انجامیده. با این حال چهره های بزرگ ادبیات پارسی واژه پارس و پارسی را به کار می بردند. فردوسی که جای خود دارد، ناصر خسرو، و از آنجا به مکه و به راه بصره به پارس رسیدیم و به بلخ آمدیم. کلیله و دمنه چنین گوید برزویه طبیب مقدم اطبای پارس. سعدی: اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست. گفت غالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است. جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ حافظ: شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می روند. حوران پارسیگو بخشندگان عمرند. در دوران صفویان با مذهب سازی و تاریک اندیشی و وارد کردن آخوند از کشورهای عربی به ویژه لبنان و دادن قدرت به آنها، این گونه اقدامهای ویرانگر عربی گرایی شدت بیشتر هم یافت. به ویژه نام پایتخت صفویان به جای سپاهان یا اصفهان صورت اصفهان گرفت با ف و سا. فردوسی: کنون سوی راه سپاهان شوی و از این لشکر خیش پنهان شوی. بیهقی: و گرگان و تبرستان و سپاهان و خوارزم بسوخ. کلیله و دمنه: که یک حد ملک ما سپاهان است. سعدی: مرا در سپاهان یکی یار بود. تهران را هم در زمان قاجار با تین نوشتم. هنوز گفتنی بسیار است ولی وقت ما به پایان رسید. پارسی با پ نه تنها درست‌تر است، فراموش نکردن گزندهایی است که به پارسی زدند. نشانه است برای پشتیبانی از زبان پارسی که یکی از میراث‌های برجسته فرهنگی جهان است. در اون سالهای دور که ما در انگلستان بودیم، پسر من که الان دیگه برای خودش مردی شده از اون موقع 4 سال داشت، یک فروشگاه بزرگی نزدیکی های خونه ما بود که ما تقریبا تمام مایحتاج روزانه خودمون از اونجا میخریدیم. طبیعی است خب ما 3 نفر بیشتر نبودیم، هر دفعه هم برای خریدها که میرفتیم 3 نفری میرفتیم، من و زنم و پسرم. یک روز بعد از اینکه رفتیم و خریدهامون رو کردیم و انجام دادیم، عرض کردم که پسرم در حدود 4 سال داشت و هنوز در این سنین بچه به طور طبیعی با حس مالکیت آشنایی نداره که این مال من، این مال توست. یعنی هر چیزی که در اطراف خودش باشد معمولا اگر لازم داشته باشه بهش دسترازی میکنه، برمیداره برم. وقتی که آمدیم به خونه و رسیدیم خونه و اون چی که خرید کرده بودیم مرتب کردیم، دیدم دست پسر من اون موقع تازه این درست شده بود، یکی از این کش تقریبا شبیه چرخ مانند بود و فقط به درد بریدن پیتزا میخورد. یه چرخی داشت و یک چاقوی کوچکی که در موقع رفتن میتونست همونطور که جلو میرفت ببره پیتزا رو. دیدم یکی از اینا دستشه. گفتم که این چی هست؟ گفت این از دکون از اونجا برداشتم. گفتم خب چرا برداشتی؟ گفت خوشم من داشت میچرخه، میشه مثل عرابه باش بازی کرد. گفتم این مال من نیست، اگر که مال تو نیست، اگر تو میخواستی این رو به من میگفتی قطعا میخریدم برات، ولی برای چی این کاری کردی؟ خوشم اومد. گفتم نه، ما بایستی الان بریم
و این رو پس بدیم. سوار مترو شدیم و دوباره رفتیم تا دم اون فروشگاه، رفتیم تو و از اون طرف آمدیم به پلوی صندوق و من پول خیلی هم کمی بود، 50 سانتیم، 50 یورو، نصف پوند و همچین چیزی. پول رو پرداختیم و اومدیم. آمدیم بیرون، من به پسرم گفتم که یادت باشه که بعضی چیزا مال آدم نیست، اگر که بخوای تو از این خوشت میاد، میخوای لازم داری، همیشه به من بگو، من بدون تردید برای تو میخرم. اونم خب خیلی ناراحت شد ولی دیگه چیزی نگفت و اومدیم خونه و تو راه هم برای اینکه ناراحتیش رفت بشه یه بستنی هم براش خریدم و اومدیم منزل. سال ها گذشت و 5 سال بعد بود که پسر من در حدود 9 سال نزدیک 10 سال داشت و ما بعد از انقلاب نکبتبار اسلامی آمده بودیم به پاریس. شنیدیم از دوستان که یک فروشگاه معروفی هست در 4 کیلومتری پاریس که اجناس بایستی کمی بیشتر به طور کلی خرید و اگر که این کار رو بکنید قیمت ها خیلی خیلی ارزون هست. یک روز با پسرم که یه خود بزرگ شده بود در روز 9 سال داشت، 9 سال یا 10 سال، و زنم ستایی رفتیم مترو برای خرید. وقتی که رسیدیم اونجا که خواستیم که یه لیستی بگیریم از اون چیزهایی که لازم داریم که بخریم، من نگاه کردم دیدم تو جیبم خودکار ندارم. یکی از خودکارهای بیکی که اونجا بود و تو قسمت هیئت تحریریه برداشتم و روی تقویمی که تو جیبم بود اون چیزهایی که باید میخریدیم نوشتم. الان سالهای سال، نزدیک 40 سال از این ماجرا میگذره، قسم میخورم که قصد داشتم پول این خودکار رو بدم، قسم میخورم، خیال نکنید که نمیخواستم بدم. ولی همینطور که بازی آدم معمولا خودکارم که دستشه، خودکار رو گذاشتم به جیبم. خودکار گذاشتم به جیبم و بعد با راه افتادیم و خریدامونو کردیم، به چیزی در حدود 300-400 فرانک خرید کردیم و رفتیم صندوق، پول رو پرداخت کردیم ولی این خودکار تو جیب من بود، من پولش رو ندادم. اومدیم بیرون و من اون موقع اتومبیل داشتم، رفتیم به طرف اینکه اتومبیل سوار شیم، دیدم پسرم داره یک جور خیلی خاصی به من نگاه میکنه. گفتم من چی اومایم؟ گفت پدر تو پول خودکار رو ندادی، اگر یه چیزی رو پولش رو ندی مال تو نیست، خودت به من گفتی. دیدم حق با اوست و به سرعت برگشتیم. دیدم بسیار خنده‌داره که من در یک مغازه‌ای که معمولاً خریدها همش به طور کلی و به خیلی زیاد هست برم پشت صندوق و بگم که این خودکار چند میشه. تنها راه حلی که به نظرم رسید این بود که در خودکار رو گذاشتم و رفتیم اون قسمت نوشت افسر و من گذاشتم روی خودکارهای دیگه و اومدیم بیرون و بعد پسرم از این حرکت من خیلی خوشش اومده بود، هنوزم که هنوز گاهی این موضوع رو میگه. و به طور عجیبی پسرم از اون تاریخ به بعد یک حساسیت عجیب اخلاقی داره نسبت به مالکیت. ممکن نیست که از چیزی کسی رو چیزی بگیرد و بهش پس نده، ممکن نیست چیزی رو از کسی بردارد و سر جاش نگذاره، خیلی از این بابت رعایت میکنه. وقتی که این دزدی‌های عظیم در ایران شروع شد
من چندین بار به فکر این موضوع افتادم که چرا پسر من حاضر نیست، با وجود اینکه البته الان دیگه بزرگ شده، ولی اون موقع که ماجرا صحبتش میکنیم 9-10 سال داشت، حتی در سن کم تخطی بکند به مالکیت دیگری، دزدی بکنه، ناپاکی بکنه، در مترو بلیت نداده رد شه و نظایر اینها. دیدم اون چیزی که شک وارد کرده است به این موضوع همون حرف اولیست که من بهش زدم، درست اون موقعی که معمولا بچه ها شخصیتشون تکوین پیدا میکنه. خب اگر که اینطوری هست، به چه دلیل در جمهوری اسلامی دزدی قطع نمیشه؟ هر روز یک دزدی تازه کش میشه، هر روز تو روزنامه ها و خبر از این هست یک فساد دیگر هم حاصل شده است. پیش خودم گفتم تنها باعث و بانی این ماجرا رهبر مسلمین جهان آقای خامنه‌ای است. البته الان آقای خامنه‌ای اونقدر دارد که احتیاجی ندارد که به دوستی بکند، ولی وقتی که بعد از اون اختلاس‌های بسیار بزرگ در یکی از مجالسی که آقای خامنه‌ای سخنرانی میکرد، یکی از بسیجی‌ها بلند شد و به اعتراض گفتش که آقای خامنه‌ای، البته لفظ او به مراتب محترمانه تر از این بود، این خبرهای دزدی ما رو ناراحت میکنه، یک چیزی بگید که ما خیالمون راحت بشه. خب من انتظار داشتم که در مقابل این سوال و اصرار بسیج یک حرف شاهانه‌ای خواهد زد، یا لااقل حرف امامانه خواهد زد در مورد این دزدی ها. آقای خامنه‌ای گفتش که این کارها و این دزدی ها در مملکت یک چیز طبیعی است، اگر غیر از این بود تعجب انگیز بود. اثر این جمله خیلی ساده آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر، که شاید واقعا مورد نظر واقعیش هم همین نبود، چی خواهد بود؟ این خواهد بود که نه تنها اون بسیجی، بلکه تمام بسیجی های دیگری که در اونجا حضور داشتن واقعا تصور خواهد کرد که دزدی کردن از بیت المال، اموال دیگری رو ضبط کردن، یک امر طبیعی است. کدوم کس بعد از این ماجرا و بعد از این جمله و بعد از این عذر و بهانه‌ای که برای این حرکت گفت داده میشه با خودش نگه که خب اگر در مملکت دزدی کردن طبیعی هست، خب چرا ما نکنیم؟ از این لحظه است که موج فساد آغاز میشه. شما در یک اجتماعی از همون لحظه اول، وقتی یک بسیجی بیگناه که استخدام شده است تا داد بکشد، یک جایی احیانا کسی رو کتک بزند، از رهبر مملکت خودش میشنوی که دزدی کردن و اختلاس کردن در یک مملکت یک کار طبیعی است. حاصل ماجرا مدت ها طول نکشیده است تا خودش رو نشون بده. همین الان در مملکت ببینید چه خبر است. با وجود اینکه این همه گرفتاری حاصل شده، هنوز که هنوز است دست اولیای امور در صندوق بیت المال هست و اگر کسی دزدی نمی کند به خاطر این استش که دستش به صندوق بیت المال نمی رسد و این بزرگترین فاجعه برای یک مملکت. چپ قفقازیان
بی خطه و مرز، به کارون از عرس نان میدهم قرض. وکیل خوزیم، وکیل خوزیم غمخوار تازی، تمامیت نمیخواهم بر این عرض. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در برنامه دو هفته پیش گذری و نظری، سخن خود را درباره برخی از واژه‌های مجعول پی گرفتیم که البته ناتمام ماند. واژه‌هایی که طی دهه‌های متمادی در میان برخی جریان‌های فکری چپ متعلق به سنت مارکسیسم روسی و نیز برخی گروه‌های قومی رواج یافتند و از بد حادثه به واسطه وجود تقارن میان منافع سیاسی و استراتژیک هر دو گروه، برخی سنخیت‌ها یا برخی تشابهات نظری و فکری میان آنان برقرار بوده است. یعنی تجزیه طلبان قوم پرست و نژادگرا از تولیدات نظری چپ‌های روسوفیل نهایت بهره‌ها را بردند و می‌برند، زیرا مبانی نظری و ایدئولوژیک هر دو گروه متاسفانه در این چند دهه اخیر هرگز به همبستگی میان ملت ایران متکی نبوده، بلکه نزدیک به 100 سال زیر پوشش حقوق ملی و زبانی و فرهنگی روی تفرقه و جدایی افکندن میان اقوام ایرانی سرمایه گذاری کرده است. یکی از آن واژه‌ها که به مزاق هر دو گروه، یعنی چپ سنتی روسی و قوم پرستان و قبیله گرایان و جدایی طلب بسیار خوش نشسته و بدان بدل به یکی از ستون‌های اساسی نظریات اونها شده در زمینه مسئله ملی، این بوده که از واژه تقلبی ملت فارس زیاد بهره بردند. در برنامه پیش گفتم که اغراض غیر ایرانی و بدسگالی‌های تفرقه افکنانه خارجی در ساختن این واژه دخالت مستقیم داشتند. باری وجود پدیده‌ای به نام ملت فارس و اصولاً چنین اصطلاحی برای انسجام نظری و ایدئولوژیک قوم پرستان جدایی طلب از نان شب هم واجب تر است. از این رو مفهوم ساختگی ملت فارس در گیومه که یکی از مصنوعات و مجعولات مهم کوششگران تفرقه قومی بوده، همراه با واژه قوم فارس که شبیه همین واژه است، به یکی از پایه‌های نظری جدایی طلبان و نیز خلق گرایان طیف چپ در ایران بدل شده است. چنانچه شما این دست ساخت مصنوعی را از آنان بگیرید، به ناگزیر سلاح زنگ زده خود را رها کرده و میدان جدال را ترک خواهند گفت، زیرا دیگر ملت ستمگر در برابر خود نخواهند دید و جنگ و پیکارشان بی‌محتوا و از معنا تهی خواهد شد. سازندگان این واژه برای این تولید دستساز که طرف اصلی معادله نظری آنان است، ناگزیر از طرح طرف دوم معادله شده اند و از آنجا که چنین معادله‌ای وجود خارجی نداشته، ناچار دست به دامن یک جعل جامعه شناسانه و تاریخی شدند و بدین گونه ملت فارس را قالب ریزی کرده و به تصور خود معادله را تکمیل کرده که البته به جای خود تمسخرانگیز و مستحق استهزاء اهل درک و دانش است. چون این بوده است که مهندسان نظری آنان زبان فارسی را به جای ملت فارس نشاندند و تصور کردند که کار تمام شده است. آنها میگویند ملت فارس، اما محتوای این اصطلاح در ذهن آنها چیز دیگری جز زبان فارسی نیست. آری، آنها به زبان فارسی میگویند ملت فارس. بنابراین ایرانیان به هیچ رو نمیتوانند زیر بار چنین جعل نظری و فکری بروند و هرگز نخواهند توانست واژگانی از این دست که نه بر حقیقت علمی و عینی استوارند و نه به انگیزه سالم و بی‌غرضانه سیاسی اتکا دارند را بپذیرند و در فرهنگ سیاسی و گفتمانهای نظری خود ضبط کنند و به کار ببرند. واژه دیگر ملیت است. یکی دیگر از اختراعات جدید قومگرایان، جدید به طور نسبی در واقع، و طرفداران نظریه تفرقه ملی در ایران همانا واژه ملیت است که خود
ریشه در همان مفهوم جعلی دستساخت شوروی یعنی اصطلاح ایران کثیرالمله دارد که پیش از این توضیح دادم. ملیت به لحاظ دستوری اسم نیست، صفت است، مثل انسانیت که صفت است و آدمیت و امثال اینها، و در معنای ناسیونالیته به کار می رود. مثلا من و شما شنوندگان و بینندگان عزیز چنانچه ایرانی باشیم یا خود را ایرانی بدانیم، ملت ما یعنی ناسیون ما ملت ایران و ملیت ما یعنی ناسیونالیته ما ملیت ایرانی است و این هر دو واژه در شناسنامه‌ها و پاسپورت‌هامان قید شده‌اند، حالان که معلوم نیست که این نظریه پردازان چگونه و به مدد چه معجزه زبانشناسانه یا دستور زبانشناسانه این صفت را بدل به اسم کردند و آنچنان ساده و به طور طبیعی صفت را به جای اسم نشاندند و به راحتی در گفتار و نوشتار خود به کار می‌برند که گویی از روز ازل صفت ملیت برای قرار گرفتن در جای اسم یعنی ملت ساخته شده بوده است و گویا واژه ملیت دارای خاصیتی است که میتواند به طرفت العینی از حالت صفتی به حالت اسمی تغییر ماهیت دهد. البته هنگامی که انسان میبیند این گونه افراد اصولا کاری به فرهنگ ها و لغتنامه ها ندارند و خود رأساً خودشان را نوعی لغتنامه خودکار و خودمختار یا اوتودیکسیونر می شمارند، دوچار شگفتی می شود. چنین به نظر می رسد که آنان خواسته ها و مطالبات سیاسی مطلوب و دلخواه خود را، حالا خواه اون رو استقلال بنامند یا فدرالیسم، دست کم در اقلیم کلمات و مفاهیم به دست آوردند، زیرا همچنان که دیده می شود فارغ از هر گونه احترام به قوانین و قواعد زبانشناسانه و دستوری و بیرون از هر گونه نرم ها و روش های پذیرفته شده جامعه شناسانه و خارج از هر گونه اعتنا به حقایق روشن و مسلم تاریخی در قلمرو کلمات و مفاهیم و واژگان سیاسی به خودمختاری و استقلال و فدرالیسم مطلوب خود دست یافتند. گویی هر یک از آنها در قبیله یا ایل یا روستای خود برای خودشان یک ده خدا یا یک لاروسند. ظاهراً واژه ملیت نیز خاصیت جادویی ویژه‌ای برای آنان دارد، زیرا می توانند به راحتی نیت اصلی خود را پشت آن پنهان کنند. دقیق تر بگویم، آنها هنگامی که به نیت فرار از اتهام تجزیه طلبی نمی خواهند خیلی پوست کنده و مستقیم بگویند مثلا ملت آذربایجان یا ملت عرب یعنی همان خوزستان یا ملت بلوچستان، از این واژه مبهم که به اعجاز فن تخلیط و قلب آن را از اصالت و معنای اصلیش تویی کردند استفاده می کنند و آن را در جایگاه معنایی و کنتکسی می نشانند که در اثر تکرار و استمرار با واژه ملت هم معنا بشود، تا آنجا که در صورت لزوم هنگامی که بگویند ملیت مخاطبانشان ملت استنباط کنند. در هر حال قصد آنها از کاربرد واژه ملیت ایجاد ابهام است در مرحله نخستین و ایجاد پوشش و جامعه است برای واژه ملت و مقدمه است برای جایگزین کردن آن با واژه ملت در موقعیت مقتضی. البته خلاصه کلام این است که آنها با کاربرد اصطلاح ملیت قصد ساختن معادلی برای واژه ملت دارند، زیرا برای پوشاندن نیت آنان و برای تقیه کردن آنان به قول فقها این واژه مبهم در شرایط فعلی کارساز و مفید به نظر می رسد. آنها در کاربرد این واژه مجهول و مجعول تا آنجاها پیش رفتند که پیرو اهداف سیاسی تفرقه افکن و تجزیه طلبانی خود تعدادی را از این سو آن سو گرد هم آورده و جرگه ای به نام کنگره ملیت های ایران هم تشکیل دادند و غافلند از آن که اهل درک و فکر و فرهنگ هرگز در ایران این گونه جریان سازی های متکی به جعل و قلب تاریخ را جدی نخواهند گرفت. و چه خوب گفت حافظ: بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، آن را که عرض شعبده با اهل راز کرد. پانفارس یا شوینیست فارس، این دو واژه هم درباره شون صحبت کنم.
واژه‌های جعلی پانفارس و پانفارسی و پانفارسیست را به گمان خود برای بدلسازی در برابر پانترک و پان عرب ساختند، در حالی که پانترکیسم و پان عربیسم یک واقعیت سیاسی است و حداقل 90 یا 100 سال است که پشتوانه نظری و سیاسی و گاهی حتی نظامی در خارج از ایران داشته و کوشش‌های رنگارنگی که سال‌هاست بر مبنای ایدئولوژی پان ترکی و پان عربی بر ضد ایران و منافع حیاتی ملت ایران جریان دارد بر کسی پوشیده نیست. پان ترکیسم یک ایدئولوژی نژاد پرستانه است که از زمان امپراتوری عثمانی و ترکان جوان تدوین شده و به خصوص به واسطه دولت‌های پی در پی ترکیه و از طریق دوایر ویژه نظامی و امنیتی این کشورها ده ها سال است در آسیای مرکزی و قفقاز و ایران رواج داده شده و همچنان رواج می دهند. همچنین است پان عربیسم که به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و یک نظریه سیاسی در شکل‌های مختلف بعثی میشل افلاکی و صدامی یا به شکل ناصریستی ده ها سال است بر علیه منافع ایران در کار است و تحمیل جنگ 8 ساله که خسارت دهشتناک آن به ایران از محاسبه خارج است نتیجه همین ایدئولوژی پان عربی یا قویاً متأثر از آن بود. به هر حال این دو ایدئولوژی وجود عینی و حقیقی دارند و خاستگاه هر دو بیرون از ایران است و حفظ و توسعه منافع برخی همسایگان علت وجودی آنهاست و پیداست که به گوهر با منافع عالی و حیاتی ملت ایران در تناقضند، زیرا از بنیاد برای توسعه مقاصد بیگانه در خارج از ایران طراحی و در ایران رواج داده شدند. حال ادعای جدایی خواه یا قوم پرست و نژادگرای قومی ایرانی به خیال خود یک واژه بدلی و مصنوعی در برابر این دو مکتب نظری و وارداتی و متکی بر منافع بیگانگان ساختند تا به خیال خود پاتک نظری و ایدئولوژیک بزنند. آنان اصطلاح بی‌معنا و تهی و مضحک پانفارسی را به نیت رفع اتهام از خود یا به انگیزه کمرنگ کردن قباحت نظری خیش به کار می‌برند و در میان برخی ایرانیان کم اطلاع و ناآگاه رواج می‌دهند و مقصود اصلی آنان البته آسیب رساندن به زبان فارسی و تخریب نقش بنیادین این زبان ملی و مشترک در همبستگی فرهنگی و تمدنی مردم سراسر ایران است. در اینجا می باید نکته دیگری رو نیز یادآوری بکنم و آن این است که دیده می شود که اهل تفرقه قومی در ایران همواره میهن دوستان ایرانی و مخالفان تفرقه افکنی و آرزومندان همبستگی ملی و یک پارچگی ایران را به برچسب شوینیست فارس یا پانیرانیست می نوازند. خود این جانب بارها به جرم نقد افکار و نظرات تفرقه افکن و دفاع از زبان فارسی به عنوان ستون فقرات هویت فرهنگی و بنمایه همبستگی ایرانیان و قوام ملی میان مردم این سرزمین از سوی پان ترکیست ها و پان عرب ها و دیگر تجزیه طلب های قوم پرست بارها با چنین مارک ها و با بدتر از این مارک ها در مقالات و یادداشت های اینترنتی آنها یا از طریق دریافت پیام ها و ایمیل ها مورد مهر و نوازش آنان قرار گرفتند. این اصطلاح و مارک شوینیست فارس که در حق دوستداران زبان مشترک ملی یعنی زبان فارسی به کار میبرند همانقدر بی اساس و فاقد معنی است که اصطلاح پانفارس و از همان جنس است و با همان انگیزه هایی که شرح داده شد طراحی شده و به زبان اهل تفرقه جاری می شود. این اصطلاح نیز حاصل همان منظومه فکری است. می باید ملتی به نام ملت فارس موجودیت داشته باشد و می باید زبانی به نام زبان فارسی همان ملت فارس شمرده شود تا بتوان اعضای چنین ملت ریختگری شده ای را تنها به دلیل اهمیتی که برای زبان فارسی به عنوان ملات و رشته پیوند مردم کشور خود قائلند شوینیست فارس نامید. میبینید که این اصطلاح همه مثل مهره های یک گردنبند نظری به یک ریسمان کشیده شده و یک منظومه واحد فکری و ایدئولوژیک را تشکیل دادند. در هر صورت واژه شوینیست فارس نیست که یکی از ابزار اتهام آنان بر ضد ایران دوستان و خواستاران وحدت این کشور است، همچون واژه‌های ساختگی و مجعول دیگر فاقد اعتبار فکری و نظری و فرهنگی و تاریخی است. در مورد واژه پانیرانیسم هم که معمولا تفرقه افکنان و قوم پرستان و برخی گروه‌های چپ در مقام تعریض و
تخفیف به کار میبرند سخنی نمیگویم. به ویژه که یک جنبش اجتماعی و سیاسی از ده ها سال پیش تا کنون زیر این نام در ایران فعال است و خود آنان به خوبی میتوانند از این عنوان تشکیلاتی خود دفاع کنند. من وارد تأیید یا تنقید افکار و اندیشه هایی که گروه های پانیرانیستی تبلیغ میکنند نیز نمیشوم، تنها به این بسنده میکنم و البته بیان حقیقت حکم میکند که بگویم یک تفاوت ماهوی میان پان ایرانیسم و پان ترکیس و پان عربیسم وجود دارد که هیچ ایرانی با وجدانی نمیتواند آن را نادیده بگیرد یا این هر سه مفهوم را در یک سبد قرار دهد، و آن این است که پان ایرانیسم خوب یا بد هر چه که هست اینقدر هست که بزرگی و شکوهمندی ایران یک پارچه را خواهان بوده و سعادت مردم ایران را همراه با حفظ تنوعات قومی و زبانی فرهنگیشان به عنوان ملتی یک پارچه و واحد آرزومند است. حالان که دو ایدئولوژی دیگر ریشه در بیرون از ایران دارند و آرمانشان متکی بر بدسگالی نسبت به منافع حیاتی ایران است، زیرا هدف آنان توسعه منافع غیر ایرانی در کشور ماست و با تکیه بر سرمایه و حمایت مالی و سیاسی و گاهی نظامی دول بیگانه به دنبال نفوذ در ایران و در پی توسعه و ترویج افکار وارداتی خیشند، تا آنجا که حتی برخی از آنها متاسفانه به عنوان نماینده مجلس اسلامی در چنین مجلسی حضور مخرب دارند. آری، فرق است میان آن ایرانی که در ایران به شکوه و بزرگی و یک پارچگی ایران میاندیشد حتی اگر عقاید و افراطی باشد، و آن ایرانی دیگر که در همین ایران به منافع ایدئولوژیک نظری یا سیاسی و ارضی ترکیه و باکو یا مصر و عراق و شام یا اعراب حاشیه خلیج فارس قلم میزند و قدم برمیدارد. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. شاد و سرفراز باشید. در گفتار پیشین از دو نظریه، یکی درباره اوضاع کنونی و دومی تصویری از آینده ایران سخن گفتم. موضوع نخستین مستند بود به مقاله حسن شریعت‌مداری با عنوان چرا جمهوری خواهم. نویسنده مقاله فرزند آیت الله فقید سید کاظم شریعت مداری است که در آلمان تحصیل کرده و هم اکنون نیز ضمن اشتغال به امور مهندسی نظر به اوضاع ایران و مسائل جاری آن دارد. این مقاله مرا به یاد پدرش و خاطراتی از وی در کتاب یادمانده ها از برباد رفته ها به قلم سناتور دکتر محمد حسین موسوی انداخت. کتاب این است. دکتر موسوی این کتاب را در اواخر عمر نوشت و انتشار داد. او اندکی پس از تغییر رژیم در ایران به فرانسه سفر کرد و در پاریس به شغل دیرین خود وکالت دادگستری پرداخت. موسوی اهل آذربایجان و همولایتی آیت الله شریعت مداری بود و در بخش پایانی کتاب از پیام‌هایی یاد می‌کند که توسط وی بین شاه و آیت الله مبادله شده است. در آن زمان با انتقال امیرعباس هویدا به وزارت دربار، دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر بود و سناتور موسوی در سمت قائم مقام رهبر حزب رستاخیز با او یاری و همکاری داشت. از آنجا که به عنوان یک روحانی زاده آذربایجانی مورد اعتماد آیت الله شریعت مداری بود، دکتر آموزگار او را واسطه مبادله پیام بین شاه و آیت الله قرار داد. موسوی در بخش 23 کتاب خود زیر عنوان تلاش‌ها و داوری‌های سیاسی و مذهبی من
چنین می نویسد: با شریعت مداری از جهت اینکه در اوایل ساکن تبریز و جزو علمای سرشناس بود آشنا بودم. با شنیدن پیام شاه تلفنی به قم زدم و عرض ادبی کردم و قصد شرفیابی را اظهار داشتم. پس از آن که از حالم جویا شد، برای صبح زود دو روز بعد وقت دیدار تعیین کرد. صبح روز موعود وارد اتاق مخصوص او شدم. طبق معمول با روی گشاده و منبسط تا دم در استقبال کرد و مرا در کنار خود نشانید. سینی نان و سنگک و پنیر و عسل و کره و چای فوراً آماده شد. بسم الله گفت و تکلیف به صرف صبحانه کرد. آنگاه من رشته صحبت را به دست گرفتم و به علت شرفیابی اشاره کردم که خود قبلاً از آن موضوع به گونه‌ای آگاه شده بود. مختصر صحبتی در این زمینه کردم که انتظار اعلی حضرت از آیت الله این است که مردم را در شرایط فعلی به حساس نمودن موقع و وضع مملکت آگاه نمایند. در پاسخ گفتند: ما هدفی جز برقراری نظم و صلح و رفاه ملت نداریم، ولی چه بکنیم با مأمورین شما که جز پرخاش و تندی با خلق کاری ندارند و جز حمله و تیراندازی راه دفاعی نمی‌شناسند. سرنشینان هم غیر از این که ما را با کمونیست‌ها در یک ردیف قرار دهند و با عنوان ارتجاع سیاه همپایه و همپیوند ارتجاع سرخ سازند، منطقی نمی‌شناسند. در چنین شرایط چه انتظاری از ما دارند؟ دکتر موسوی به دنبال مذاکراتی که در این زمینه صورت گرفت می‌نویسد: در بازگشت به تهران بلافاصله این مطالب را به آموزگار گفتم. آموزگار درباره به عرض رساندن مطالبی مانند ارتجاع سیاه و غیره گفت: من جرأت ندارم اینها را به عرض برسانم، ولی به هر حال پیغام ها را برد. تنها پاسخی که بعداً به من داد این بود که اعلی حضرت ضروری نبودن تیراندازی را تصدیق کردند.